قبرستان های ارامنه منطقه فریدن ارمنیانی که در دوره صفویه به سمت پایتخت متأخر صفوی کوچانده شدند متشکل از گروه های اجتماعی متفاوتی بودند که بنابر مشی زندگی سابق مکان های متفاوتی را برای زیستن برگزیدند بخشی از آنها مناطق کوهستانی و سرد قبل و جنوب غربی اسفهان را برای مهاجرت ثانویه برگزیدند منطقه فریدن اسفهان دارای اقلیمی سرد مراتع غنی و وسیع بود است در این منطقه علاوه بر ارامنه گرجیان و اقوام بختیاری و ترکان قشقایی سکونت داشتند ارمنیان فریتن در بیش از 20 روستای کاملا ارمنی نشین به شاه حدودا 150 کیلومتر در این منطقه زیست می کردن. در حال حاضر در این مناطق به جز تعدادی قلیل هیچ ارمنی زندگی نمی کند و روستاهای ارمنی نشین سابق ساکنان جدیدی دارد. قبرستان ها یکی از شهود و بارزترین نشان از زندگی قوم آرمن در گذشته در این منطقه بود است. قبرستان های ارمنی معمولا خارج از روستا بر روی بلندی مستقر و جهت سنگ ها به سمت غرب کمی متمایل به شما به سمت بیت المقدس می باشد. تعداد این قبرستان ها در هر روستا معمولا یک عدد اما در برخی روستاها تعداد قبرستان ها به سه عدد هم میرسد. تقریبا تمام سنگ های قبور افقی هستند و از رس به قدری که آب روی سنگ قبر تجمع نکند شیبدار بر روی زمین قرار گرفتند. طیف وسیع از حجم سنگ های قبور را میتوان در قبرستان های ارمنی مشاهده کرد. به طور کلی سنگ های قبور این روستاها را به لحاظ شکل و ساخت به سه دسته می توان تقسیم کرد. دسته اول تخت سنگ های بدون تراش هستند. صرفا جهت نشانند. به ندرت نام و سال وفات در بخشی از سنگ درد شده است. دسته دوم بیشترین تعداد سنگ های قبور قبرستان های فریدن را به خود اختصاص داده. سنگ تراش خورده در احجام مکب مربع، مکب مستطیل و بعضا به شکل تابوت هستند. تمامی آنها واجد نوشته به خط ارمنی و گاهی به تعداد انگشت شمار فارسی نیز می باشند. علاوه بر نوشته تصاویری نیز بر روی آنها نقش زده شده است. این تصاویر شامل نمادهای دینی و قومی، اشیاء و ابزار، پیکره های انسانی، حیوانی و نباتی هستند. به علت حجم زیاد برخی از سنگ قبور کناره این سنگ نیز به تصاویری منگوش شدن. به لحاظ تاریخی این نوع سنگ قبور به دوره های تاریخی قاجار و پهلوی تعلق دارند. دسته سوم سنگ‌های قبور با اشکال هندسی منظم مکعب مستطیل متعلق به دوره پس از پهلوی است. دارای متن به زبان ارمنی فارسی و گاه دارای نمادهای مذهبی هستند و در اسفهان ساخته می شدند. پیکر تراشی بر روی سنگ های قبور بخشی از آدابی است که در ارمنستان انجام می شده است. ارامنه منطقه فریدن پس از مهاجرت به این مناطق بعد از وقفه این رسم دیرینه را به جاوردند. به لحاظ تاریخی تصویرگری های قبور از زمان قاجاری به بعد متداول گشته است. اصلی ترین نقش تصویری بر روی سنگ های قبور ارامنه منطقه فریدن شامل پیکره و پورترهای انسانی است که در قسمت بالایی سنگ نقش زده می شده و در قسمت پایین تصویر متن حک می شده است. این شمایل به صورت نمادین حاوی اطلاعاتی در مورد فرد متوفا بوده است. اطلاعاتی شامل جنسیت، سن، شغل، موقعیت اجتماعی و جایگاه خانوادگی است. به همراه پیکره ها معمولا ابزار و اشیایی از قبیل تسبیح، صلیب، اسلحه سرد و گرم، قیچی، چراغ، وسایل آشپزی، وسایل قالیبافی و ادوات کشاورزی دیده می شود. پیکره های حیوانی معمولا در کناره های سنگ قبرهای حجیم تر و به شکل کاملا مبتدی نقش زده شدند. آنها پیکره حیواناتی چون پرندگان، شیر، اسب، بز، قوچ و گاهی صحنه شکارگری و درگیری سواری با حیوانی درنده است. نقوش نباتی به ندرت بر روی سنگ قبرهای ارامنه فریدن دیده می شود و فقدان نقش سرف در این قبرستانها ها کاملا مشهود است. مسیحیان ارتودکس ارمنی ساکن در روستاهای منطقه فریدن متأثر از نگاه دینی به تصویرسازی های موجود در کلیساها و کتب مقدسشان دارای سنگهای قبور پرنقش و تصویرگریاند برخلاف نگاه اسلامی شیعی به مسئله تصویرسازی در نزدیکترین شهر مذهبی به این منطقه یعنی خانسار تنها خط در قالب سبکای خطاتی زینت بخش سنگهای قبورند. به لحاظ الگوپذیری در این بخش از آین دف قبرستان ارامنه اصفهان واقع در جلفای نو اصلی ترین منبع الهام برای پیگیری و اجرای این رسم قدیمی است و حتی به سادگی می بخصوص به خصوص در سنگ قبور متأخر کپی برخی از پیکرها به خصوص فرشتگان و پوشش به خصوص کلاه قاجاری را در قبرستان‌های های ارامنه فریدن شاهد بود اما به طور کلی می توان گفت حجاران ارمنی در منطقه فریدن هر کدام دارای سبک خاص خود بوده و به عبارتی پیکر تراشی و پرترسازی بر روی سنگهای قبور شکلی کاملا بومی و مبتدی دارد و برخلاف سنگ تراشی در قبرستان ارامنه اصفهان سبکهای نقاشی مینیاتوری در دوره های تاریخ صفوی زند و قاجار الگویی برای ترسیم نقش بر سنگها در فریدن نیستند